گلچینی از زیباترین جملات ارزنده کارل پاپر، یکی از بزرگترین فیلسوفان علم سده بیستم، منطقدان، ریاضیدان و اندیشمند اتریشی انگلیسی، استاد مدرسه اقتصاد لندن و فرازهایی از زندگی وی تقدیم شما دوستداران علم و ادب. مشکل اکثر کشورهای جهان سوم این است که شعور ملتشان از شعور دولتشان بیشتر است. در اقتصاد، طبابت، هنر، هر کس وعده زیاد بدهد شارلاتان است. با چوب‌های پوسیده نمی‌شود قایق ساخت و با افکار پوسیده هم نمی‌توان جامعه را ساخت. اگر دانایی‌های کوچک گوناگونی داریم که ما را بسیار متمایز از هم می‌کند، اما همه در نادانی بی پایان خود برابریم. جامعه منفعل و بی تفاوت خودش مقدمات جنایت را فراهم می کند و جنایتکاران صرفاً ابزار اجرای آن هستند. دیکتاتور شخص نیست. دیکتاتور یک فرهنگ است. یک شیوه خاص از زندگی است که اساس آن در فرهنگ فرمان روایی و فرمانبری تعریف می شود. مسلم است که دیکتاتورها نه در دامن مادر بلکه در دامن جامعه پرورش می‌یابند. هر آن کس که بهشت این دنیا را برایت جهنم کرده، مجبور است متقاعد کند که بهشت جای دیگری است. برای کشتن یک جامعه روشی ساده به کار گیرید. بر فرهنگ آنان تمرکز کنید. ابتدا کتاب را از آنها بگیرید و بعد سرشان را درون تلویزیون فرو کنید. در میان همه آرمان‌های سیاسی، آنکه ادعای خوشبخت کردن جامعه را دارد، از همه خطرناک‌تر است. تلاش برای برپایی بهشت بر زمین همیشه جهنم به بار آورده. کسی که حرف آخر را زده باشد، وجود ندارد. جرأت کن که آزاد باشی و به آزادی، تفاوت‌ها و اختلاف‌های خود با دیگران توجه کن، زیرا شرف و حیثیت انسان در آزادی و استقلال اوست. جهالت واقعی نداشتن آگاهی نیست، بلکه روگردانی از به دست آوردن آن است. اگر بنا باشد تمدن ما به هستی ادامه دهد، باید عادت به دم فرو بستن و سر فرود آوردن در برابر مردان بزرگ را از خیشتن دور کنیم. مردان بزرگ خطاهای بزرگ مرتکب می شوند. وقتی زنی روزنامه می خواند، آن هم صفحه سیاست، آن جامعه خوشبخت است. کسانی که فکر می کنند می توانند بشریت را سعادتمند کنند، انسان‌های بسیار خطرناکی هستند. مهم این نیست که بتوانید از طریق انتخابات کسی را بر مقامی نصب کنید. مهم این است که بتوانید او را از همان طریق عزل کنید. می‌توانید؟ دانش ما لزوماً محدود است، در حالی که جهل ما لزوماً بی‌نهایت است. برابری در برابر قانون یک واقعیت نیست، بلکه یک الزام سیاسی مبتنی بر یک تصمیم اخلاقی است و این کاملا مستقل از این نظریه است که همه مردان برابر به دنیا می آیند. ما می توانیم خالق سرنوشت خود شویم وقتی دیگر مانند پیامبران فکر نکنیم. تاریخ قدرت سیاسی، تاریخ جنایت بین المللی و قتل عام است. من می توانم اشتباه کنم و شما هم می توانید درست بگویید و با تلاش هر دو می توانیم به حقیقت نزدیک شویم. هرچقدر هم که نمونه های قوهای سفید مشاهده کرده باشیم، این نتیجه گیری سفید بودن همه قوها را توجیه نمی کند.
هیچ استدلال عقلانی بر مردی که نمیخواهد یک نگرش منطقی ایجاد کند تأثیر منطقی نخواهد داشت. هر کسی که نتواند واضح صحبت کند باید تا زمانی که بتواند سکوت کند. برای یک ملت آزادی از ثروت مهمتر است. این یک شرط ضروری برای زندگی حداقل انسانی است. عقل قدرت همه چیز نیست، بلکه یک کارگر سرسخت، شیاد، محتاط، انتقادی، تسکین ناپذیر، مایل به گوش دادن و بحث و استدلال پرخطر است. پیشبینی آینده غیر ممکن است، حتی از طریق نظریه ها. ما نمی دانیم، ما فقط می توانیم حدس بزنیم. هیچ تاریخی از بشریت وجود ندارد، فقط داستانهای بسیاری از انواع جنبه‌های زندگی بشر وجود دارد. به نام تحمل، ما مجبور به ادعای حق عدم تحمل مدارا هستیم. اگر میان عدالت و آزادی اختیار انتخاب داشته باشم، آزادی را انتخاب می کنم. چرا که در جامعه آزاد ناعادلانه آزادی دفاع از عدالت را دارم، اما در جامعه ای که به نام عدالت آزادی مرا گرفته باشند، اگر عدالت رخ ندهد آزادی اعتراض را ندارم. من معتقدم هر گونه اخلاق باید بر این اصل استوار باشد که هیچ کس خود را ارزشمندتر از هیچ کس دیگر نشمارد. کل زندگی عبارت است از حل مسئله. علم یعنی اینکه بگذاریم فرضیه ها به جای ما بمیرند. مارکسیسم تنها یک واقعه است، یکی از بسیاری اشتباه ها که در تلاش و تنازع همیشگی برای ساختن دنیایی بهتر و آزادتر مرتکب شده ایم. کارل پاپر، زاده 28 ژوئیه 1902، اتریش، درگذشت 17 سپتامبر 1994، بریتانیا، فیلسوف علم، منطقدان، ریاضیدان و اندیشمند اتریشی انگلیسی، استاد مدرسه اقتصاد لندن بود. او یکی از بزرگترین فیلسوفان علم سده 20 به حساب می آید و آثار زیادی در فلسفه سیاسی و اجتماعی از خود باقی گذاشته است. پاپر هنوز در دانشکده‌های علوم اجتماعی غرب به عنوان یکی از متفکرترین و عمیق‌ترین متفکران قرن 20 تحسین می‌شود. ویژگی‌های آثار وی شامل هر نوع تحلیل سیاسی، فلسفی و جامعه شناختی است. تجزیه و تحلیل تجربیات وی در دو جنگ جهانی در آغاز قرن بود. او بنیادگذاری نخستین فلسفه انتقادی غیر توجیهگرانه در تاریخ فلسفه و دفاع نیرومندش از لیبرال دموکراسی و اصول انتقادگرایی اجتماعی که به نظر او امکان ظهور جامعه باز را فراهم کردند شهرت دارد. پاپر آثار زیادی در فلسفه سیاسی اجتماعی از خود باقی گذاشته است. در طی حیات علمی خود جوایز علمی و افتخارات فراوانی کسب کرد. الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، در سال 1965 به پاس خدمات او به دانش به او عنوان سر داد و در سال 1982 وی را به لقب مصاحب افتخاری خیش ملقب ساخت. پاپر یکی از فیلسوفان علم سده 20 آثار زیادی در فلسفه سیاسی و اجتماعی از خود باقی گذاشت. وی از جمله اندیشمندانی است که آرا و دیدگاه‌هایش با نقد و تحسین‌های فراوانی از سوی موافقان و مخالفانش در ایران روبرو شد و به همین دلیل عمده آثارش در 4 دهه اخیر به فارسی برگردان شدند. یادش گرامی. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز
که با لایک و کامنت های خود ما را در پیشبرد اهداف کانال تابش حق حمایت می کنید.